تلویزیون لرو قدرمن لیدونکو سلام. پر اساس قانون د څار کمیسون د ډاکټر نجیب پورسته یو وختونه کې جوړ شو او دیل پر ایجاد شو ترڅو پورې د اساسي قانون په پلي کولو باندې څار وکړي. د کمیسون و غړي لري چې د کمیسون تشکیل پورا کوي. د کمیسون په دې ورسته کې یو اعلامیه رسنیو ته لیږلې ده او په هغه کې ویل شوی دی چې ښاغلی قانون پو ډاکټر محمد قاسم هاشم زید د کمیسون وسنۍ رئیس د کمیسون د نور اعضاء له خوا څخه سلبي صلاحیت شوې ده او له دندې ګوښه شوې ده. دا بحث ځکه جنجالي شو چې دا بحث یو ډول حقوقي اړخ هم لري چې د کمیسون رئیس د کومو پروسیجرونو او د کومو حقوقي پروسیجرونو له مخې لري کېدلای شي. په دې ارتباط باندې د ښاغلي هاشم زیب خبرګون دا و چې دا یو غیر قانوني کار ده او د قانون له مخې د دې کمیسون نور اعضاء کوم دي دا ما نشي لري کولای. ښاغلي هاشم زیب هم یو اعلامیه رسنیو ته لیږلې و او په دې کې ویل شوی و چې د دې لري کېدل غیر قانوني دی او دای په خپل ځای باندې اوسم پاتې د خپل دند دوام ورکي. موږ په ننني بحث کې لیوي خو څخه د دې کمیسون په کار باندې چې ولې ایجاد شو او اساسي دند یې څه ده یو بحث. دویم بحث دا ده چې آیا د داسې کوم قانوني پروسیجر شته چې د کمیسون آزاد درایشي او د کمیسون رئیس د دند ګوخي کې. او څلورم بحث هم سیاسي اختلافات او د کمیسون په منځ کې چې کومې کیسې روانې دي دا په ننني بحث کې خپل ښاغلي قانون پوه ډاکټر محمد هاشم محمد قاسم هاشم زی اساسی قانون د سر د کمیسون رئیس څخه وو. بسیار خوش آمدید آقای هاشم. خوش آمدید شما. پیش از اینکه به سر مسائل دیگه صحبت بکنیم میشه یک مفصلا کوتاه وظایف کمیسون، فلسفه ایجاد کمیسون و چرا ایجاد شد چی بوده؟ بله تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. این کمیسون که به نام کمیسون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماده 157 قانون اساسی تذکر داده شده، این منظور از این از نام ازواج است، نظارت بر تطبیق قانون اساسی. قانون اساسی ما که هر مواد از این که یعنی با اشکال مواجه شده از نقطه نظر تطبیق، باز ما با این پروگرام ماست که با در اینجا باز ببینیم کمک کنیم امرای ادارات و با معلوم کنیم که چرا تطبیق نشده و چرا به تعویق افتیده و امرای از اینا همی کارها را شروع بکنیم. که به اساس از این ما یک پروگرام به نام پروگرام اولویت کاری مرحله اول ما ساختیم که تقریبا 21 ماده شده ابتدا گرفتیم که او از نقطه نظر تطبیق با چالش مواجه شده. باز امرای ادارات مختلف در تماس شدیم، تماس های مدوام دار است که در شعبات مربوطه ما که شعبات دیپارتمنت های مخصوص است، اونا هر کدام از این به 2-3 ماده از این موظف هستند که ایره به تطبیق از این پیشرفت بکنند تا گراف تطبیق به صورت خوب پیش بره. به طور مثال فرض کنید که ما شما یک ماده قانون اساسی است میگه دولت موظف است که فساد محو بکنه. اینا در اینجا ما امرای اداراتی که اداره عالی مبارزه با فساد است، سارنوالی است و مراجع تطبیق کننده عزیز که در تماس هستیم ببینیم که چقدر دوسیه فساد از اداره عالی مبارزه با فساد به سارنوالی رفته و اینا مراحلش رو به ترتیب تعقیب میکنیم تا ببینیم عمل ترتیب شد. باید تر به مواد دیگه شد. بسیار بخشن شما زیاده کارکرده هایی کمیسون. خب مثلا حکومت غیر قانونی ایجاد شد و کدمت وحدت ملی خلاف قانون اساسی، پارلمان به یک نوع خلاف قانون اساسی عمر خود دوام داد. متاسفانه موقف شما در اینجا واضح نب. خب در این موضوعات خب اداره ما شما در این قسمت کار کرده، امرا اداره دیگه مربوط هستیم. یک موضوع رو برای شما بگویم، خیلی قانون اساسی میگه که رئیس جمهور صلاحیت داره به منظور بهبود امور ادارات تشکیل بده، کمیسیون‌ها را تشکیل بده، دستایی از یام یک اندازه فکر بکنه. نیست که رئیس جمهور صلاحیت از این داره که کمیسیون‌ها را به خاطر منظور بهبود ادارات به وجود بیاره. موضوع عمده دیگه که پیش ما باید از اینجا سوال باید مطرح شه، پیشتر در مقدمه شما گفتین که چرا اختلافات پیدا شد. سر اختلافات صحبت می‌کنیم که چرا پیدا شد. یک بحثی است که شما اظهارات را چند پیش در مورد اولسی جرگه داشتین یا هم گفتین که اعضای اولسی جرگه قانون مراعات نمیکنه. این بحث هم به یک نوع تاثیرگذاری داشت در بحث برطرفی شما؟ البته هر موضوعی که در پیش ما میاد
باید است که همه اعضا به یک فکر باشه. متاسفانه که در اینجا در موضوعاتی که پیش ما میامد اختلاف نظر پیدا میشد، باز ما بسیارتر اتکا میکردیم به قانون اساسی. یک تعداد اعضا به قانون فرعی میرفتن. ما اصل اساسی ما یا اصولی که باید به او اتکا بکنیم قانون اساسی است. از نامش معلوم میشه که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. باید قانون اساسی تا ما باید هر موضوعی که بر ما میاد به ارتباط ولسی جرگه، مشران و جرگه، موضوعات دیگر حکومتی پیش ما که بیاید به اتکای مواد قانون اساسی ما جواب میدیم. از این خاطر است که بعضی کسا که به قانون فرعی میرن باز اختلاف نظر به قسمت پیدا میشه. خب تشکر. شما دیگه به اختلافات چی بوده؟ یعنی چرا اعضای کمیسیون تصمیم گرفتن؟ خب اتو شد که یک تعداد اعضای ما در ابتدای وهله، از ابتدای وهله موضوع شد، موضوع حاضری بود که باید است اینا حاضر باشند به خاطر اینکه یک معاش بسیار فوق العاده میگیرند. موضوع حاضری اینا رد کردن، گفتن ما چون خارجی رد بستیم با حاضری سر ما تطبیق نمیشه. از این خاطر بود که بسیاری از اینا یک تعدادش خود متعلم ساخت، مثلا معاون من خود متعلم ساخت به جرمنی و همیشه اونجا مراجعه میکنه، باز دوباره میره وقتی که یک با یا چند روز رو در اونجا تیر میکنه دوباره میره همی مصارف خود و بسیده خود ادعا میکنه از کمیسیون. ما مخالف ازی بودم مطلق و علاوه بر ازی همی معاون ما که سرکرده همی جریانی که شما ببینین از لطفرحمان سید نام داره، خوب نیست آدم حرفا را نام بگیرد نام اما این سرکرده ازی پروگرام بود که همی اختلافات به وجود بیاد و این شخص نه تنها در یک پوانتون درس میده بل پوانتون ها زیاد در اینجا هم درس میده که اصلا ندرتا در کمیسیون حاضر میشه، ندرتا. از این خاطر حاضری را رد کرد و دیگران همی تعقیب کردن که حاضری نباید باشه. از این خاطر که بیاد همی الان هم یک عضو ما بدون اجازه رفت به ترکیه، دیروز حرکت کرد رفت بدون اجازه، بازنده میر معاش هم از اینجا میگیرن. از این یک اختلاف بود. اختلاف دیگه بود که اینا اکثرا درس میدن، مثلا یک عضو ما در پانتون امریکایی ها درس میدن و در دیپارتمنت رئیس هست و اینا متواتر به مصروف از موس فقط این پروگرام ها رو پیش میبرن و اینی موضوعات بود، موضوع حاضری بود، موضوع ازی بود و موضوع این درس دادن ازی را بسیار مشکل بود. صرف موضوع ازیری اینا از ما تقاضا کردن که برای ما موترهای زیری داده شود. خب ما گفتیم خب این در صورتی که دولت لازم ببینه درست. به تعقیب از این آمدن برای ما گفتن که برای ما رنجر هم داده شود، یک دانه رنجر از وزارت داخله داده شود که تعقیب بکنن. ما گفتیم قبول ندارم، یک با دارایی دولت و یا بیت المال یک شما ضرورتش نمیدیدین که قطعا ضرورت نمیبینین بنابراین به خاطر اینکه اینا کمتر در اینجا میان، این به خاطر عجیب و غریب درخواستی بود. ما درخواست قبول اونا به امضای خود روان کردن به وزارت خارجه. درست. یک بحث که اینجا بسیار بخشین به موضوعات هم برمیگردیم آخه هاشم زای، یک بحث را که اینا در اعلامیه کمیسیون آمده اینجا گفته شده که رئیس کمیسیون نقض صریح ماده 150 قانون اساسی و ماده 2 قانون کمیسیون را کرده به خاطر برکنار شده. خب اینا تشریح نکردن که مثلا چی اعمال ما انجام دادیم که مخالف ازی باشه. ما یعنی مطابق به قانون، ما مقصود قانون اساسی اعمال کرد، اعمال وظایف خود کردیم و اینا زیادتر که میشه بسا درخواستا بدن. بس به طور مثال همین موضوع سی بی آر بسیار چیز مهم است. سی بی آر شما فکر کنید برای ارتقای ظرفیت دولت یک پروگرام به وجود آورده که افراد باید وظایف خود با کمال حسن نیت با لیاقت خاص انجام بدن. باز به او خاطر این سی بی آر یک پروگرام است که معاشات 60,000 7,000 تا 200,000 افغانی معاش میگیرن. اینا ما این پروگرام وقتی که برای ما داده شد 10 نفر داده شد، اینا در مرحله اول کوشش کردن که اقربای خود بیارن، یکیش برادرزادی خود آورد، دیگر بچه کاکای خود آورد، دیگر بعد ترتیب سوالات رو خودمشون جور کردن، به می ترتیب اینا این داخل سیستم کردن که داخل سیستم کردن. من برای اینا اعتراض کردم که ببینین این از بیرون شما رو این نفرها رو آوردین، نه سابقه کاری نه هیچ ظرفیتی ندارن، شما چطور از این تانستین که کار بکنین؟ خب این سیستم رفت، این موضوع رفت به کمیسیون اصلاحات اداری که اونا نظارت میکنن، به وزارت مالی رفت، اینا رد کرد که پستای کلیدی نیست. دوباره که رد کرد ما گفتم اینا مسئولیتش به سر من انداختن و به تعقیب از این بعد تعقیب رد دوباره از من درخواست کردن که مکتوب دیگه نشته کو که این پستای کلیدی است. این پست ما گفتم امتناع ورزیدم
تی برای اشخاص برجسته، برای اشخاص لایق و برای اشخاص تعلیم یافته بزرگ ما در اینجا هستن. کل انتظار سالها انتظار میکشن اینا باید در این پروگرام در چی شامل شون. باز مطلق اینا چی کردن؟ موضوع دیگه یک موضوع دیگر هم برای شما میگم. اینا خصوصا ما خود در اینجا که آمده معاش خوبی بسیار اعلام میگیریم، یعنی مطلب از ایست که از ضرورت ما بالاتر است. اون از این کمیسیون چقدر معاش داره؟ معاش در حدود 1,80,000 تا 2,00,000. ببینید سیب که اینا معاش دارن. اینا در سروت تقاضا کردن که باز برای رئیس دولت نشته که برای ما 100,000 افغانی کرای خانه داده شدن. پس برای خود یک تجاوز است به بودجه دولت. یک علاوه بر ما کل ما خانه داریم. این دروغ چطور بگوییم؟ این حق نداریم. اختلاف بسیار شدید پیدا شد. در این اختلافاتی که پیدا شد اینا همین اتحاد نامقدسه که از نقطه نظر من یک کودتای درونی باشه، خلاف قانون، خلاف طرز عمل، خلاف چیز انجام دادن و یک مصوبه صادر کردن. از طرف خود رئیس جمهور هم یک طرف گذاشتن، اداره هم یک طرف گذاشتن، از طرف خود صاحب اینا درست. سر از یه هاشم زد صحبت میکنیم که مراحل و پروسیجر قانونی چی است که اگر شما عزل میشین یا شما برطرف میشین از چوکی چی است. اما یک بحث دیگری اینجا اینا مطرح کردن، اما اعلامیش که آمده ما او را بر شما میخواینم. دیگر اعلامی هم خاطر نشان شده که عدم توانایی هاشم زید در تثبیت جایگاه و حفظ حیثیت کمیسیون، ناتوانی در اداره و انسجام داخلی کمیسیون، استبداد رای، باور نداشتن به کارهای جمعی، نداشتن اعتماد به سایر اعضا، ایجاد تداخل وظیفوی، تعرض صلاحیت های و ضعف و دیگر مسائل مطرح. خب بعد ترتیب اینا رو ببینیم. شما یکی موضوعاتی است که مسلکی است، یکی موضوعات اداری است. موضوعات اداری قانون برای با همشون طرز عمل داخلی ما برای رئیس داده و معلوم دار دستویت که رئیس نباشه با ما نیش. اینا هم میگن که تمام موضوعات اداری، یعنی هر نفری که مقرر میشه، از ما بسیاری از اینا درخواست کردن که این خویشاوندان ما باید در اینجا شامل شوه. ما برشان گفتم که در صورت که سیستم رقابتی است، در رقابت اعلان میشه، در رقابت بیایه از آرده ما کدام گپ ندارم در این قسمت. اینا میگن نه، یک تظلم از دیگر پیش میکنن که در رقابت هم خود در امتحان هم در این هم خود شامل میکنن. از این خاطر این فساد بگنوی بلسه فساد است بگنه مطلق مطلق. اینا وقتی که در مقابل فساد استادگی بکنی در مقابل کودتا میشه. این می عامل عزیز. اما موضوع حقوقیش فساد بر برای شما گپ میگیم که از نقطه نظر حقوقی اینا صلاحیت عزیز دارن یا ندارن. صحبت میگیم مسائل سیاسی هم در این مسائل دخیل بودن. شما گفتین که ما سر دوسیه فساد کار میکردیم، یعنی دست های بیرونی هم بودن، این مردم از بیرون هم حمایت میشنن به یک نوی یا دکتش میشن. ما خو فکر میکنم که بعضی ملحوظ تو اینا من نظر گرفتن از بیرون که البته جزئیات از این چون آدم استاد نباشه پیش آدم جزئیاتش گفتن نمیتونم. مستند باید باشه، من اشتباه زیر دارم. اما گرفتارهایی که من قبلا کردم از خاطر بروز اختلافات و ای که مقاومت من در مقابل از اینا کلش مستند است. یعنی وقتی که میگم که اینا 100,000 افغانی کرای خانه میخواد در مکاتیب است، از این گفتم که در اجاره میخواد مکاتیب است، از این که برای شما گفتم در سی بی آر اقارب خود اینا آوردن و اقاربش خلاف تعامل این شما در ارتباط اسناد دارید کلش اسناد است دست نداره. خب یک بحث سیاسی به یک نوع داخلی قضیه باشه شون، چون شما بر تطبیق قانون اساسی نظارت میکنین و از قانون اساسی توسط زورمندان و توسط مافیا به یک نوع نقض میشه، شما باید اون بحث مطرح بکنین. یعنی مسائل داخلی بحث شده میتونه به نظر شما؟ ما هر گپری که میزنیم باید مستند باشه، به دلایل مقنع باشه. از این خاطر است که از نقطه نظر خوب من تقریبا 10 سال معین وزارت عدلیه بودم، تجربه کلان دارم در این قسمت. وقتی که یک اداره انسان میکنه باید مستند یا دلیل پیش باشه. اگر دلیل سند باشه و اگر سند نمی باشه، به طور مثال با دلایل مقنع که به انگلیسی او را ما قرینه قاطعه میگیم یا سرکمستانشال اویدنس باشه. از این خاطر از مده قسمت زیاد گپ نمیزنم، اما پیش من موضوعاتی است که باید در باره ازو گپ بزنم که البته دیده شود. ما در موضوع از این همین موضوعاتی که مطرح شده و اینا یعنی ببخشین هاشم زاده، موضوعات چی است؟ احتمال شما چی شده میتونه در این مسئله؟ خود این مسئله شما ببینیم باش قانونیت چی بگویم نیستیم. در قانون ما قانون داریم به نام قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که از 6 سال به این طرف است نافذ است. در این قانون گفته شده که یک ماده قبلا در این بود که جریانش برای شما میگم، یک ماده بود که ماده 7 قانون ما بود. در ماده 7 قانون گفته شده بود که در صورت در بعض حالات شرایط چون تعیین کرده بود که اعضا در اکثریت از اینا اکثریت اگر یک جای شوند میتونند که یک عضو را
یعنی به اصطلاح خلسلاب بکنن یا به اصطلاح ماشه بخلا بکنن. باز این قانون وقتی که برف به استر محکمه، استر محکمه یک تشریح خاص در قسمت داد و سه مادی از این رد کرد، سه مادی قانون از این ماشه رد کرد که شما رو میفهمید که استر محکمه مرجع حل آخرین منازعات با از با تعقیب از کسی هیچ چیزی گفتن نمیتونه. استر محکمه گفت که از این که به اعضا وقت داده شود که یک عضو دیگر خود از بین ببرن، این خود یک مؤسسه تجارتی نیست که بر چند نفر اعضا وقت داده شود که باز عضو دیگر از بین ببرن، از این خاطر این رد کرد. اینام استدلال میکنن، یعنی گفتن که به اساس بند 1 و 5 ماده 6 قانون کمیسیون سلب عضویت شده و از ریاست کمیسیون برکنار. اینا تحلیل از سی نفهم میدن اینا. اینا وقتی که استر محکمه بگویه که اعضا نمیتونن یک عضو دیگه خود چی بکنه، اینا استر سایه مندازه در بند 6. ماده 6 شما میگه استر 6 هم سایه مندازه. شما ببینید وقتی که استر محکمه میگه که 5 نفر عضو نمیتونه که با ابتکار خود عضو دیگر از بین ببرد، اون بایی خود مستند است، در قانون متذکر داده شده، نمیتونه، این خلاف قانون است، خلاف قانون اساسی. اینا رو گفتن و اصلا رد کرد که این در متن قانون ما داخل نشد، هیچ نامد. امی که مادی هفته میگم که نا حق دادن 5 نفر اگه یک جای شدن باز یک عضو خود به اصطلاح خلا بکنن، این در قانون ما هیچ نامد. امی بند یک مثلا بند یک ماده 6 قانون کمیسیون میگه که در بند یک ماده 6 قانون کمیسیون وزارت بر تطبیق قانون اساسی آمده است که عضو کمیسیون در صورت دارا بودن مرضی سبب العلاج دوامدار که مانع اجرای وظیفه‌اش گردد و حقوق مدنی خود را از دست بدهد عضویتش سلب میشود. خب شما مرا میبینید، من مریضی دارم مثلا به حقوق مدنی شدیم، نشدیم تطبیق نمیشه، هیچ نخوانده نمی مادره با فیصله استر محکمه سر اعتبار نمیتن، صلاحیت های رئیس جمهور هم به هیچ اعتبار نمیتن. این باز استر محکمه گفته دیو خود که از برطرفی یک عضو از صلاحیت های رئیس جمهور است. این با شما در مادر فرض کنید که ما شما میایم به تعینات در خود ولسی جرگه، در ولسی جرگه اینا رای اعتماد میگیرن، مثل ما که از ولسی جرگه رای اعتماد گرفتیم، من رئیس اعتماد به تقریب هر عضو، ببخشید وقتی که رئیس ولسی جرگه رای اعتماد میگیره از اینا دوباره اعضا نمیتونن که دوباره از بین ببرن، اعضا به صلاحیت نیست. همینطور بر ما میتونه کویست که اعضا خمانداد در اعضا در بین اعضا مخاصمت ها خلق میشه، اختلافات خلق میشه، اگر این صلاحیت بین اعضا شد کودت های داخلی در باید اگر چه هاشم زایی سب شما بحث سیاسی رو اینجا مطرح نمیکنین، مسائل قومی و تبعیض و سمتی این مسائل هم داخل کمیسیون مطرح بودن، متاسفانه رول داشته، مخصوصا که بسیار که به اصطلاح دامن زده شد از طرف معاون مس که ای در رأس از این پروگرام قرار داشت. البته بعضی کسای دیگه که رنجیده بودن از خاطر که منظورایشان برسنا آمده بود و امضا کردن نیست. آره ما به اینجا گفتیم قانونیت از چی است؟ قانونیت از فیصله استر محکمه است که فیصله استر محکمه که قانون ماده هفت رد کرده سایه میندازه سر ماده 6 و تمام پاراگرافش. شما برای میگن نه بر اساس می مادی که اتکا کرده، خب امی بند یک خوی بحث نمیکنه، بند یک خوی بحث دیگر میکنه، بند 6 باز چی میگه آقای هاشم زایی؟ خب در بند 6 مواد دیگه است که اگر این تعلل بده با وظیفه خود نباشه و تو عوام سر متن تطبیق قطعا نمیشه، نه به وظیفه اینی که ما متواتر حتی بسیاری شوا موجه خو میکنم به خاطر که کارها بیشتر بره و موضوعات امنیتی بود و اعتراض من نظر گرفته همونجا خواه میکنم مطلق که دائما حاضر هستم. از این خاطر است که هیچ مادی قانون بر از اینا اجازه نمیده و اینا رد فیصله و قرار قضایی استر محکمه رو کردن، رد صلاحیت رئیس جمهور رو کردن با این تصمیم خود و این را که اینا ما شما یک چی داریم که همیشه یک کودتاچی ها وقتی که میخواین کودتای خود به مرحله تطبیق بگذارن اول به مطبوعات مراجعه میکنن، اینا بدون از خوشی شان خفیه هیچ ما خبر نکردن، فوری سه به میدیا احوال دادن که پای که توهین کننده بود و نوشته کردن که به حیثیت و عزت ما ور میخوره و ما به اخلاص کامل اینجا کار کردیم و در مقابل از اینا من دار استادگی میکنم که درست. قانون تطبیق سه تشکر. خب بالاخره امی پروسیجر قانونی از چی است وقتی که شما را عزل میکنه، شما را برطرف میکنه از وظیفه، باید چی شوه؟ خب یک موضوع است که باید از رئیس جمهور در قسمت تصمیم بگیره و صلاحیت های زیست در متن مصوبه خود شورای عالی استر محکمه آمده که از صلاحیت عزل از صلاحیت خاص رئیس جمهور است، رئیس جمهور در قسمت تصمیم بگیره باید است. یعنی ولسی جرگه هم نمیتونه پیشنهاد شبه شبه ای بحث با ولسی جرگه میتونه؟ ولسی جرگه همون گپ است که ما رای اعتماد گرفتیم، وقتی که یک کسی رای اعتماد بگیره دوباره باز افراد
تابع از این نمیشن که ردشان رو از طرف ولسی جرگه شوند. به طور مثال در قسمت وزرا علایده است، اون موضوع خاصی است که در قانون اساسی آمده که حکومت در پیش ولسی جرگه مسئولیت دارد. باز حکومت تعریف کرده که است عبارت از وزراست، این وزرا باز پیش از اینا مسئولیت داره که اونا رو برای استیزا کمیسیون شما شامل حکومت نمیشه بلکه در چوکات دولت میره. ایره وقتی که رئیس جمهور فرمان میده که به اگنه شما برطرف شوین یا رئیس کمیسیون تطبیق بر قانون اساسی برطرف شوه، بعد یک کس دیگر به ولسی جرگه معرفی میکنه. آه من دارم وقتی اگر تصمیم به ای گرفتن که برطرف شوه، باز کس دیگر می را اعتماد باز از شورا بگیرم، باز دوباره به اینجا بیا. البته اینا چی کردن؟ سه بخته که مرم اعلامیه صادر کرده، فوری یک نفر خود بایست رئیس تعیین کردن خودشان به نام سرپرست، و باز به تعقیب از دو ادارات مکتوب روان کردن که از این پس من رئیس هستم. یک خودسری نشان میده، یک هرج و مرج عجیب غریب نشان میده، بدون از اینکه از ادار مخصوصا از دولت باز در قسمت اجازه میگرفتن. و من در اینجا گفتم که چون به اساس تصویب به اساس حکم رئیس جمهور و به اساس که ما را اعتماد از شورا گرفتیم، ما در میج هستیم. یک کس که شورا را اعتماد گرفته باشه، یک معاونش با یک دسیسه خاص نمیتونه که رئیس خود از بین ببره. خب حالا برداشت ما حداقل از صحبت شما این است که یک نوع مداخله در صلاحیت های رئیس جمهور است. اینا در مطلق. مداخله کردن در صلاحیت های رئیس جمهور مطلق. بالاخره رئیس جمهور پاسخش چی است؟ با شما تماس گرفته خب. یا یک حالت انارشی است؟ حالا خب رئیس جمهور خب البته در جای شک نیست که بسیاری مسائل عمده پیش از اینا است که تا به این مسئله برسه، مسئله امنیتی بشه بسیار موضوعی مهم است که رئیس جمهور مصروف میسازه، و موضوعات دیگه که پیش میشه ها تر از ایست. این موضوع رو حتما من متقن هستم بررسی میکنه و معلوم دار نتیجه هر چی که رئیس جمهور بگه و یا قانون بگه ما از اون مطابقت میکنم. خب شما حال خواست شما چی است؟ یعنی شما بر مردم افغانستان چی رو میخواین بگین؟ که ما بر مردم افغانستان تقاضا داریم که به هر شکلی که میشه مامورینی که جلوی فساد میگیرن و به صداقت کار میکنن حمایت بکنین. و ما خبر شما گفتم که ما درخواست توقعات از اینا را به شکل از اشکال رد کردیم. این توقعات وقتی توقعات هست چی هست؟ شما خود فکر بکنین. اینا درخواست زیر میکنن که کرای خانه ما را بتین. کرای خانه معنی است که خانه نداره. کس خانه داشته باشه این توقع را بکنه در پهلوی از این که اینا یک معاش بسیار فوق العاده میگیرن. اینا الان فرض کنید موتر رینجر، شما یک موتر رینجر موتر زری و علاوه بر در موضوع سی بی آر خب امی یک مشکل باشم زیسته به مشکل حکومت امی است. میگن که مصارف زیاد میکنه، مصارف گزاف میکنه، موترهای رنجر و موترهای زری و دفاتر و چی است، به او خاطر خدمات درست به مردم عرضه نمیشه. یعنی یک انتقاد جدی است. بله بله دیگه بجایی شکل ما وقتی که معاش بلند میگیریم خدمت هم بکنیم. خدمت ما در قسمت نظارت از تطبیق قانون اساسی است که بعضی مواد زیر به چالش مواجه است. حالا چالش زیر باید از رفعه بکنیم، چالش زیر یعنی گراف تطبیق زیر بالا ببریم اگر رفع کردن نمیتونیم. خب در این قسمت ما مسئولیت شدیم، دیپارتمنت ها کار دادم. اینا یک تنقید از اینا است که همین مرحله اول تطبیق قانون اساسی را که من تصویر کردم از نظر از اینا گذاشتندم، اینا میگه چرا مصوبه در قسمت از این نگرفتید؟ خوی موضوع تطبیق قانون اساسی است، موضوع چیز نیست، موضوع بیرونی دیگه نیست، یک کپ عجیب و غریب دیگه نیست که ما از اینا شما وقتی که نظرن و در پیش شد در مجلس متواتری رد به طور مثال گفته شده که ماده اینی ماده قانون اساسی که در این مورد گپ میزنه در دیپارتمنت ما در قسمت تطبیق از اقدامات بکنن. گپ عادی است اقدامات بکنن بر تطبیق قضیه که رفت تطبیق بالا بره. مسئولیت وظیفه کمیسیون است. وظیفه کمیسیون است. اینا در اینا تنقید میکنن که چرا در قسمت مصوبه نگرفتی و مصوبه نظریتان گرفتیم افاده تا نگرفتیم و علاوه بر این نظریات دیگه تان مک شما میگن که امیال گفتم یک روز ما اون رفته امیال خود کنترل بکنم که تو بر چی میری وقتی میری ادعای گرفتن معاش نکنید و دعوت امیال دیروز یک کسی دیگه ما رفت بدون اینکه من خبر باشم رفت. این حاله ببینید با ما موضوع دیگه یک کسی که در این جمعه خود متعلم ساخته نمیتونه. اینا باید است که به سویه عالی باشن
یعنی تکمیل تمام پروگرام‌های تعلیمی رو کرده باشند که باید شما بحث یعنی مو افاده تن از متعلم چی است؟ یعنی متعلم است که مثلا معاون ما در پروگرام دکتری خود شامل کرده که هر دو ما باسه بر چه وقت میره در جرمنی که باز پروگرام دکتری خود پیش ببره. ما میگیم که از یک طرف تو در پانتون درس میدی، از یک طرف در کمیته تو در خود کمیسیون حاضر نیستی و از طرف دیگه ایام خود اینجا که میای تو وظیفه بسیار عمده دیگه داری. این باید است که خود این موضوعات است که تشکر. بالاخره من هست بحث آخر بسیار کوتاه، اگر شما پافشاری کردین که من وظیفه خود می باشم و هستم، بالاخره تصمیمتان چی است؟ نه من پافشاری به این ندارم که وظیفه خود باشم، پافشاری به قانون تطبیق قانون دارم که قانون باید تطبیق شوه و فیصله استر محکمه در قسمت ما است و عبارت از فیصله است که در قطعی است، یعنی هیچ کس در قسمت تنقیق کرده نمیتونه امون سر ما تطبیق شد و با رئیس جمهور در قسمت از این که ما مطابق احکام قانون پس شدیم یا خارج از اون تصمیم میگیرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون آشب زستیم، تشکر، بخیر باشید. قدر من اولیدون کستاس و ملتی امنانه که بحث مپایت و رسید تربیه مال عمل شد.